یه کارگاه خیلی حرفه‌ای و پدری فوق‌العاده غمگین به دنبال دو دختر گم شده. گلاسیا سلام. امروز می‌خوام فیلمی رو ببینیم به اسم پریزونرز یا زندانی‌ها، محصول سال 2013. پریزونرز با بازی جک جیلنهال و هیو جکمن یکی از بهترین فیلم‌های ژانر ترسم و تریلر حساب میشه و هم محتوای خیلی خفنی داره و همین که حرف خیلی مهمی رو می‌خواد بزنه که آخر فیلم در موردش صحبت می‌کنیم. داستانش هم که اصلا نگم براتون، پر از توئیسته. بریم ما فیلمو ببینیم. حواستون به اسپویل کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم مردی به اسم کلر رو همراه پسرش رالف میبینیم که به سمت خونهشون میرن. کلر یه آدم خیلی آینده نگر و برای رالف توضیح میده که چطوری برای شرایط بحرانی باید همیشه آماده باشیم. میگه تو خونمون کلی خوراکی و لوازم جمع کردم تا اگه یه موقع زلزله چیزی اومد بتونیم زنده بمونیم. به خونه میرسن و همسر کلر هم میبینیم. اینا یه خانواده 4 نفرن که پدر همون کلره، مادر گریس، پسر بزرگشون رالف و دختر کوچیک خانواده هم آناه. چهارتایی به خونه همسایه‌شون میرن که خیلی با هم رفت و آمد دارن. این همسایه هم یه خانواده 4 نفر است. پدر خانواده فرانکلین، مادر خانواده نانسی، دختر بزرگشون الیزا و دختر کوچیکشون جوی. جوی و آنا میرن با هم دیگه بازی کنن و بقیه هم دور میز میشینن. بعد مدتی آنا و جوی میخوان برن بیرون بازی کنن و کلر پسرش رالف میخواد تا باهاشون بره و حواسش بهشون باشه. وسط بازیشون آنا میخواد یه ماشین بزرگ که مدلش آروی و سفیده بالا بره، اما رالف جلوشون میگیره. خلاصه که برمیگردن خونه و بعد مدتی دوباره آنا میخواد بره بیرون. این بار به پدرش میگه یه سوت برام خریدی که خیلی دوستش دارم و خونه جا گذاشتمش. برا همینم هم همراه دوستش جوی میرن تا خونه برش دارن. بقیه هم درگیر کارشونن و یکم میگذره. حالا پدر آنا یا همون کلر نگران شده و از پسرش و الیزا میپرسه بچه ها کجان. اونا هم بیخبرن. وقتی کلر میفهمه تو خونه خودشون هم نیستن، این دفعه همه نگران میشن. تمام محل رو میگردن اما هیچی پیدا نمیشه. رالف یهو یاد همون ماشین بزرگی میفته که دیگه سر جای قبلیش نیست و مدل و رنگش رو به پدرش میگه. کلر هم به پلیس زنگ میزنه و همه اطلاعات رو بهشون میده. چون دخترها سنشون کمه، سر یه گشت همگانی راه میفته و اطلاعات اون ماشین هم برای این مامورها ارسال میشه. حالا شخصیت دیگه‌ای به اسم لوکیو میبینیم. لوکی کارگاه پلیسه و در حال شام خوردنه که از ایستگاه پلیس اطلاعات مربوطه رو میگیره. وقتی از رستوران خارج میشه و در حال گشت زدنه، بهش خبر میده که یه ماشین آروی سپید با همون مشخصات پیدا شده. لوکی هم خب به مکان نزدیک و سری میره تا بررسیش کنه. همه چیز مشکوکه و همین که پیاده میشه، راننده ماشین با سرعت راه میفته. اما خب نمیتونه در به ربات درخت تصادف میکنه. لوکی هم با اسلحه‌اش میره داخل و صاحب ماشین رو با عصبانیت دستگیر میکنه. اسم این مرد الکسه و هرچی لوکی میپرسه دختر رو چیکار کردی، هیچ حرفی نمیزنه. مامورای دیگه هم میان و اونو به ایستگاه پلیس میبرن. خود لوکی مسئول بازجویی از الکسه، اما هرچی تهدید و تلاش میکنه بازم این پسر چیزی نمیگه. تصمیم میگیرن بیشتر بررسی کنن چون هنوز هیچ مدرکی از اینکه الکس گناهکار یا نه ندارن. میفهمن با خالش یعنی حالی زندگی میکنه و لوکی میره که اونجا رو بگرده. حالی خیلی نگران الکس و همکاری کاملا میکنه، اما بازم سرنخی پیدا نمیشه. بعدم میگه الکس واقعا بیگناهه. وقتی که خواهرم از بین رفت ما اونو گرفتیم تا بزرگش کنیم و بعد از اینکه شوهرمو از دست دادم مثل مرد خونم بوده. از اون طرف به لوکی خبر میدن همه جای ماشین آروی رو گشتیم ولی هیچ مدرکی نیست که ثابت کنه دخترها اینجا بودن. کلی مأمور به خونه حالی میان و همه شروع به گشت زنی میکنن. روز بعدی لوکی به خونه خانواده آنا، یکی از دخترهای دزدیده شده، میره. مادرش گریس داره همه تلاشش رو میکنه تا آروم باشه و واقعا هم امید داره. بعدم به لوکی میگه شنیدم همه پرونده‌هات رو تا حالا حل کردی و خیالم راحته که دخترمو برمیگردونیش. پدر خانواده کررم میاد و لوکی بهش اولین خبر بعدو میده. هیچ مدرکی تا الان علیه الکس پیدا نشده و اگه همینطوری پیش بره مجبورن تا فردا آزادش کنن. این یعنی هنوزم هیچ چیزی از دختر رو پیدا نکردن. کلر خیلی عصبیه و لوکی توضیح میده شاید اون واقعا بیگناهه، اما خب کلر باور نمیکنه. موقع رفتن لوکی هم ازش میخواد که لااقل تا پیدا شدن دخترها الکس رو بازداشت نگه دارن، اما اون هیچ کاری تو این زمینه نمیتونه بکنه. لوکی همچنان تلاش میکنه و تا آخر شب به خونه همه افرادی میره که تو این منطقه زندگی میکنن و سابقه جرمهایی مثل دزدی یا بچه بازی رو داشتن. نفر آخر یک کشیشه که قبلا به جرم این کارها دستگیر شده. لوکی هرچی در میزنه جوابی نمیگیره و خب حکم داره که وارد خونه شه. کشیش روی زمین افتاده و حسابی مست کرده. لوکی یه بوی عجیبی به دماغش میخوره و شروع به گشتن خونه میکنه. صحنه میبینه که خوشش میزنه. تو زیر زمین این خونه بدن پوسیده یه آدم افتاده که مدت هاست از بین رفته و دستاش بسته شده. با عصبانیت کشیشو بیدار میکنه و اونم میزنه زیر گریه و اعتراف میکنه. میگه این یه مرد روانی بود. یه بار اومد کلیسا تا به گناهاش اعتراف کنه.
گفت حالا 16 تا بچه رو دزدیده و بدترین شکل از بین بردتشون. تو مثلا میخواست با خدا بجنگه. منم خواستم انتقام اونا رو ازش بگیرم. برای همین آوردمش تو زیر زمین. مامورای پلیس هم سری میان و این کشیش رو دستگیر میکنن، ولی همچنان پرونده آنا و جوی بی جواب مونده. یه روز دیگه هم میگذره. مردم شهرم اومدن کمک تا دنبال دختره بگردن و کلر هم باهاشونه. همسرش زنگ میزنه و با گریه میگه دارن الکس رو آزاد میکنن. کلر هم با سرعت سمت ایستگاه پلیس میره. الکس رو میبینیم که آزاد شده چون هیچ جرمی انجام نداده و کلی خبرنگار هم دارن ازش فیلم میگیرن. وقتی کلر میرسه بدون هیچ حرفی الکس رو زیر کتک میگیره و فریاد میکشه دخترمو چیکار کردی. قبل اینکه پلیس ها جداشون کنن الکس یواشکی بهش میگه دخترها حالشون خوب بود تا منو آوردید اینجا و مطمئنم الان تنهایی کلی گریه کردن. کلر خوشگیش زده و پلیسا میارنش داخل ایستگاه. هرچی حرفی که شنیده رو به رئیس پلیس میگه اون باور نمیکنه و میگه تو فقط میخوای از یه بیگناه انتقام بگیری چون عصبانی. الکس هیچ کاری نکرده. لوکی هم سعی میرسه و بعد آروم کردن کلر بهش قول میده بازم از الکس بازجویی بکنه. همین روز هم به خونه خاله الکس یا همون حالی میره و با جفتشون صحبت میکنه. متوجه صورت ترسیده الکس شده و ازش در مورد چیزی که کلر گفت شنیده سوال میکنه. میگه اگه دروغ بگی حتی خالت هم به جرم همکاری میفته زندان ها. الکس بیشتر ترسیده و بازم میگه من هیچی به کلر نگفتم، دارید الکی متهمم میکنید. لوکی هم حالا همین فکر تو سرش افتاده و واقعا فکر میکنه الکس بیگناهه. از قیافش هم این معلومه. بعد خروج از خونه به کلر زنگ میزنه. بهش میگه الکسش کاری نکرده و نمیتونیم تمرکزمون رو روش بذاریم و باید ازش بگذریم. میریم پیش کلر و خونهشون پر غم و تنشه. کنار همسرش گریس میشینه که داره زار میزنه و بهش کم آرام بخش میده. بعد خوابیدن گریس میاد پیش پسرش رالف و بهش میگه مراقب مامانت باش. من این روزا باید صبح تا شب برم کمک پلیس تا دخترمون رو پیدا کنم. اما خب این دروغه. میبینیم که دم خونه خاله الکس وامیسته. اینجا رو زیر نظر گرفته و بعد چند ساعت الکس میبینه که اومده بیرون تا سگش رو راه ببره. با خشم پیاده میشه و اسلحه طرفش میگیره. همین که نزدیکش میشه میشنوه که الکس داره شعر کریسمس رو زیر لب میخونه. شعری که زمان دزده شدن دخترها این خانواده کنار هم میخوندن. حالا انگار مطمئن شده و با سر کردن الکس اونو سوار ماشین میکنه و میدوزدش. روز بعد میبینیم کلر همسایش یعنی فرانکلین پدر دختر دیگه که دزده شد رو به یه خونه دور افتاده میبره. میبرتش به اتاقی و نشون میده که الکس رو آورده اینجا. فرانکلین ترسید و میگه بعد ببرمش پیش پلیس، اما کلر مطمئن نگه این کارو کنن باز آزاد میشه. بعدم بهش میگه باید بفهمیم دخترمون کجاست و الان ممکنه دیر بشه. فرانکلین هم هنوز دو دله. میره سمت الکس و بهش میگه برای بار آخر بگو دخترمون کجان. الکس بازم حرفی نمیزنه. حالا صدای ضربه های محکم و فریاد الکس رو میشنویم که معلومه دارن کتکش میزنن. از اون طرف لوکی همه پرونده های آدم رو با یه این منطقه رو بررسی میکنه. یکیشون براش جالبه و میره تا با مادر قربانی صحبت کنه. میفهمه که پسر این زن 26 سال پیش گم شده. حالا از کجا؟ دقیقا همون نقطه‌ای که ماشین سفید الکس رو پیدا کردنش. کلر و فرانکلین هم میبینیم که حسابی الکس رو لطاپار کردن و مدام فریاد میزنن که بگو چی کار کردی. بازم الکس صحبت نمیکنه و فرانکلین که خسته شده از اونجا میاد بیرون. با حالی داغون به محلی میره که مردم برای دخترها یادبود درست کردن و همسرش رو در آغوش میگیره. لوکی هم اومده همینجا تا ادای احترام کنه. وسط مردمی که دارن شمع روشن میکنن متوجه یه مردی میشه که اسمش بابه. رفتارش عجیبه چون به جای شمع یه عروسک برای دخترها میذاره. برای همینم یواشکی دنبالش راه میافته. به خونه میرسن و بابو گم میکنه. همین لحظه این مرد از بالای درخت میپره و به لوکی حمله میکنه. بعدم از یه طرف دیگه در میره و لوکی گمش میکنه. روز بعد عکس باب همه جا پخش میشه و حالا همه معتقدن این مرد مجرم اصلیه. فرانکلین و همسرش هم این خبر رو میبینن و فرانکلین همراه کلر به خونه میرن که الکس توش بستن. کلر بازم مطمئن الکس یه کاری کرده و حداقل یه دستی تو قضیه داشته. هرچند فرانکلین میگه مظنون اصلی یکی دیگه است باور نمیکنه. توضیح میده که شاید همدست بودن و باز میره سراغ طرف. منتها این بار فرانکلین مردده. لوکی هم میبینه که توی اداره است و بهش خبر میدن که الکس دو روز ناپدید شده. خیلی عصبانی میشه و فریاد میزنه که چرا اونو زیر نظر نگرفتید. الکس یکی از مظنون های اصلی بوده. ولی خب جواب درستی نمیگیره. بعدم از اونجایی که هنوز مطمئن نیست باب گناهکار اصلی باشه شروع به بررسی ویدیوهای بازجوییش از الکس میکنه. اما بازم چیزی دستگیرش نمیشه. یه دفعه تماس باهاش میگیرن و به فروشگاه میره. صاحب اینجا توضیح میده که باب کسی که عکسش همه جا پخش شده رو دیده و اطلاعاتی که ازش داره رو براش تعریف میکنه. یه سرم میریم به خونه مخروبه که الکس توش بستن. شب شده و فرانکلین میخواد بره خونه. کلر بهش میگه وقتمون تموم میشه و معلوم نیست دخترامون کجان. باید زودتر کاری بکنیم.
وقتی فرانکلین به خونه میرسه، همسرش میاد طرفش، با عصبانیت میگه اصلا معلومه چند شبه کجایی و پیش من نیستی. فرانکلین یهو میزنه زیر گریه، شروع به اعتراف همه چیز میکنه و ساعتی بعد میبینه که دوتایی به خونه کلر میان. زن سرش داد میزنه چیکار کردی و خلاصه که این بار ستایی به همون خونه خرابه میرن. نانسی با دیدن حال روز الکس ناراحت میشه و میره سمتش، بهش التماس میکنه و میگه دخترمو پس بده، من هیچی برام نمونده، و در همین حال دستبندشم باز میکنه. یه دفعه الکس میزندش و میخواد پنجره در بره، اما خب کلر جلوشو میگیره و باز میبندتش. بعدم میگه این دفعه مطمئنم حرف میزنه و میبرتشون به یه قسمت دیگه یه خونه. اینجا یه سلول خیلی کوچیک، کاملا تاریک و عایق ساخته که الکس رو میندازه داخلش و درو میبنده. فرانکلین بازم مخالف این کار هاست، چون هنوز هیچ مدرکی علیه الکس نیست. این بار کلر بهش چکش میده که اگه خواست الکس رو آزادش کنه. اونم میخواد همین کارو بکنه، اما همسرش نانسی جلوشو میگیره. حالا اونم با کلر موافقه و دوتایی از اونجا خارج میشن. تو همین حال میریم پیش بقیه خانواده کلر. میبینیم باب، همون مرد فراری، یواشکی وارد این خونه شده. گریس صداشو میشنوه و بیدار میشه. با نگرانی میاد بیرون و میفهمه هر کسی که اینجا بوده الان از پنجره در رفته. جالبه که همین لحظه کاراگاه لوکی هم اومده اینجا، چون آخرین نشونه‌ای که از باب پیدا کرده همین نزدیکی بوده. بعدم دستور میده خونش رو تحت نظارت بذارن و تازه میفهمه که کلر چند شب تا دیر وقت خونه نمیاد و الکی میگه که به پلیس ها کمک میکنه. برای همینم یه جا کمین میکنه و روز بعدی دنبال ماشین کلر راه میفته. کلر هم متوجه ماشینش میشه و به جای خونه قدیمی میره به یه فروشگاه و مشروب میگیره. بعدم مستقیم میاد تو ماشین لوکی و در حالی که انگار مسته بهش میگه چرا داری دنبالم میکنی. لوکی میگه چرا به همسرت دروغ گفتی که به ما کمک میکنی. بعدم با کنایه میگه چند روز الکس هم گم شده و مطمئنم اگه این خبر رو میشنیدی میومدی یه بلایی سر اداره پلیس میآوردی. کلر با عصبانیت میگه شما بودید که آزادش کردید، الانم حتما فرار کرده چون مجرمه، من چیکار میتونستم بکنم. دیگه کاملا رد داده، با فریاد به لوکی میگه دختر من همه زندگیم گم شده و جای اینکه منو تعقیب کنی باید دنبال باعث این قضیه بگردی. بعدم پیاده میشه و وقتی به خونه میرسه میخوابه. رویایی از دخترش آنا میبینه که سوت مورای علاقهش رو سمت کلر گرفته. کلر این پرسه کی این کارو باهات کرد و یه دفعه از خواب میپره. حالا با کینه و نفرت بیشتر از قبل به همون خونه خرابه میره و دوباره میفته به جون الکس. روش آب یخ میریزه، دعواش میکنه و همچنان الکس حرفی نمیزنه. میبینیم لوکی دوباره کلر رو تعقیب کرده، در حال ورود به همین خونه است که کلر متوجه میشه و سری در اتاقی که الکس توشه رو میبنده. فکری به سرش میزنه و وقتی لوکی میاد داخل، کلر رو در حالی که روی زمین خوابش برده میبینه. وقتی بیدار میشه خودش رو به اون راه میزنه و خب لوکی هم فکر میکنه این مرد به خاطر خجالت از خانواده‌اش و اتفاقاتی که افتاده میاد اینجا تا روزهاشو بگذرونه. قبل اینکه بتونه خونه رو کامل بگره تلفنش زنگ میخوره. بهش خبر میدن باب پیدا شده و با خروجش از خونه کلر نفس راحت میکشه. کاراگاه به خونه‌ای که باب توشه میرسه و وقتی روبرو میشن میگه چرا اون رو دستم فرار کردی؟ باب باز میخواد همین کارو کنه و این بار لوکی گیرش میندازه. بعدم تا نیروهای پشتیبانی برسن شروع به گشتن خونه میکنه. توی یکی از اتاقها کلی صندوق عجیب چیده شدن. یکیشون رو باز میکنه و از وحشت میپره عقب. صندوق پر لباسهای آغشته به خونه و چند تا مار هم داخلشن. بقیه صندوق هم همینطور، توی یکیشون دفتری پر از متنهای عجیب و معما و مارپیچه و برش میداره. ساعتی گذشته و کلر به ایستگاه پلیس میاد. لوکی بهش خبر داره که مظنون اصلی رو گرفتنش. الان هم بهش میگه هنوز نتونستیم هیچ چیز خاص یا یه جنازه پیدا کنیم، اما یه مدرک خیلی بد داریم. چند تیکه از لباسهایی که پیدا کردیم متعلق به دخترها، یعنی آنا و جی بودن. بعدم عکسی از یه جوراب خونی نشونش میده و کلر میزنه زیر گریه. حالا نه تنها فهمیده دخترش رو از دست داده، بلکه انگار یه آدم بیگناه هم برای مدتها شکنجه کردتش. کلر با حال داغون به خونه میاد و متوجه گزارشگرایی میشه که بیرون خونه وایستادن. نمیخواد باور کنه دخترش از دست رفته و مهمتر از اون نمیخواد همسرش گریس جریانو بفهمه. برای همینم به پسرش رالف میگه چیز خاصی نشده و نگران نباش. اما رالف خبر رو از دختر بزرگ همسایه، همون الیزا، شنیده. با عصبانیت به پدر میگه ما این روزا بیشتر از همیشه نیازت داشتیم، اما تو اصلا خونه نبودی. مامان به خاطر تو افسرده شده و یه دعوایی با هم میکنه. میریم به ایستگاه پلیس. باب تو اتاق بازجویی و لوکی زیر نظر گرفتتش. رفتارش شبیه آدمهای دیوونه است و لوکی کاغذهایی که پیدا کردن هم جلوش گذاشته، بلکه از رفتارش چیزی دستگیرش شه. میره داخل و میفهمه داره یه نقاشی میکشه و میخنده. خب لوکی هم خیلی عصبی میشه چون جون چند نفر وسطه و شروع به تهدیدش میکنه. باب بلند بلند میخنده و مامورها میان تا جداشون کنن. این وسط باب اسلحه یکیشون رو یواشکی برمیداره و سمت سر خودش میگیره. بقیه شوکن و باب میگه من هیچی بهتون نمیگم. حالا قبل از اینکه کوچکترین چیزی به دست بیارن شلیک میکنه و جون خودش رو میگیره.
کلر رو میبینیم که به همون خونه قدیمی رفته، جلوی اتاق الکس نشسته و حالا دیگه انگار نفرتی نداره. به الکس میگه واقعا نمیدونم باید با چی کار کنم و الان بابم دستگیر شده، ولی نمیدونم چرا هنوز فکر میکنم تو مقصری. الکس بالاخره برای اولین بار صحبت میکنه. میتونی دخترها رو توی مارپیچ پیدا کنی. کلر میگه کدوم مارپیچ؟ اما الکس دیگه حرفی نمیزنه و انگار از حال میره. کلر خیلی سریع خودش رو به محل زندگی الکس یا همون خونه خالش حالی میرسونه. هدفش اینه که بفهمه اون مارپیچی که الکس گفت یعنی چی. لوکی هم تو ایستگاه پلیس و مغزش پاچیده. مظنون اصلی از بین رفته و دیگه هیچی براشون نمونده که دخترها رو پیدا کنه. معماهایی که جا گذاشتن یه سری مارپیچ بی‌معنیان. سر میزش عصبیه و همه چیزو به هم می‌ریزه. همین لحظه نگاهش به یکی از عکسا میفته که کاملا شبیه مارپیچایی که بابی میکشه. عکسی که هنوز نمیدونیم برای کدوم قسمت از صحنه های جرمه. چند تا مامورهای پلیس ازش میخوان که سریع به خونه باب بره، چون همه جا رو گشتن و خیلی چیزهای عجیبی پیدا کردن. وقتی که میرسه تعجب خوشگش میزنه. تمام مدارک جنازه هایی که خاک شدن و خلاصه همه چیز الکیه. انگاری باب الکی خودش رو به عنوان یه قاتل جا زده و حتی یه سری عروسک مانکن هم جای آدما خاک کرده. جدا از اینا، مارپیچ هایی که فکر میکردن خود باب کشیده و معماهن، همشون یه مش کپی از مجله های مختلفن. لوکی نمیفهمه چرا این کارو کرده و مهمتر از همه، اگه باب مظنون اصلی نبوده چطوری لباس دخترها رو به دست آورده. اینجاست که یهو یاد اون شبی میفته که به خونه کلر رفته بود، همون شب که همسر کلر یعنی گریس گفت صدای شنیده و فهمیده که پنجره خونه بازه. با سرعت به خونه کلر میاد و شروع به گشتن اطراف خونه میکنه. زیر همون پنجره که اون شب باز بود لنگه دیگه جوراب آنا رو میبینه، یعنی لباسهایی که از خونه باب و توی اون صندوقا پیدا کردن اصلا تن دختر رو نبوده. اون روز باب به هر دلیلی که میخواسته صحنه سازی انجام داده و یواشکی اومده تا از خونه قربانی یکی از لباسها رو بدوسته. ساعتی بعد تلفن گریس زنگ میخوره و از خواب پا میشه. کلر به خونه میرسه و گریس با سرعت میاد طرفش، بهش مهمترین خبر ممکن رو میده. جوی دختر همسایه‌مون پیدا شده. سریع خودشون رو به بیمارستان میرسونن و میرن طرف جوی تا ازش بپرسن که دخترشون کجاست. ولی خب جوی چیز خاصی به یاد نمیاره. دکترها میگن توی بدنش کلی مواد آرام بخشه و معلومه که از روز دزدیده شدن اینا رو بهشون میدادن تا چیزی به خاطر نیاره. با این حال بعد فکر کردن جوی رو تا چیزو به یاد میاره. اولش اینه که با آنا توی اتاق بسته شده بودن و یه لحظه تونسته خونه فرار کنه و درو بشکنه و در بره. موقع فرارم یه نفر دنبالش بوده اما نتونسته بگیرتش. نکته دوم اینه که به کلر میگه وقتی ما رو دزدیده بودن یه بار صدای تو رو شنیدم و فهمیدم که اومدی پیشمون. کلر وحشت زده میشه و با سهولت از بیمارستان خارج میشه. از اون طرف لوکیو میبینیم که به همون خونه خرابه ای رفته که یه بار کلر رو توش دیده. این بار به محض اینکه میره داخل صدای تقلا و فریاد الکس رو میشنوه. باز برمیگردیم پیش کلر. به خونه خاله الکس یعنی حالی اومده. یه سری وسایل کارم همراهش و با لبخندی میگه اون روز که اینجا بودم فهمیدم در خونتون خرابه، اومدم درستش کنم. میره داخل، لبخندش محو میشه و با آرومی میگه میدونم دخترهای ما تو این خونه بودن. برمیگرده و حالی رو میبینه که سمتش اسلحه گرفته. براش دستبندی میندازه که خودشو ببنده و یه داروی آرام بخش هم میذاره جلوش و میگه بخور. یهو تلفن کلر زنگ میخوره اما با تهدید حالی گوشیو میندازه دور. حالا در حالی که دوتایی از خونه میان بیرون حالی شروع به صحبت میکنه. میفهمیم که حالی و همسرش یه پسر داشتن که به خاطر سرطان از بین رفته. از اون موقع هر دو مثل روانی ها شدن و شروع کردن به دزدیدن بچه های مختلف، تا اینکه یه روز وقتی یه پسرگی دزدیده بودن همسر حالی میره بیرون و دیگه بر نمیگرده. همینم باعث میشه حالی جون اون آخرین بچه رو نگیره. یه چاله مخفی روی زمین میبینن و حالی بهش میگه برو داخل. کلر نمیخواد این کارو بکنه اما حالی یه تیر به پاش میزنه و مجبورش میکنه. در آخرم بهش میگه حالا میری همون جا که دخترت بود و دری که شبیه در بزرگ فاضلابر روش میبنده. برمیگردیم پیش لوکی. مامورهای پلیس به جایی اومدن که الکس پیدا شده و همه جا رو بستن. حالا مظنون اصلی کسی نیست جز خود کلر، کسی که یه مدرک کامل هم ازش دارن. بلاهایی که سر الکس آورده و اینکه یه دفعه از بیمارستان فرار کرده، اونم وقتی که فهمیده جوی زنده است. لوکی هم میبینیم که از خونه خرابه خارج میشه و میاد تا به خاله الکس یا همون حالی خبر بده که خواهرزادش زنده است. کلر رو میبینیم که توی همون چاله است و نمیدونه چیکار کنه. اطرافو میگرده و نگاهش به سوت مورد علاقه دخترش میفته و با گریه برش میداره. لوکی به خونه حالی میرسه، صدایی نمیشنوه و یکم شرایط براش عجیبه. خودش میره داخل و چیزی که نباید رو میبینه. تو اتاق خواب آنا رو زمین افتاده. حالی هم کنار شوداره بهش یه داروی دیگه تزریق میکنه. حالی به آرومی میگه جنازه منو بسوزونیدش.
بعد یهو اسلحه‌شو سمت لوکی میکشه و خب اونم برای دفاع یه شلیک میکنه و جون هالیوم میگیره. با اینکه یه تیرم به خودش خورده و حسابی زخمی شده، آنا رو بغل میکنه و میاره تو ماشین. به سختی میرسونتش بیمارستان و از حال میره. حالا دو سه روز میگذره. حال لوکی بهتره و میفهمیم همچنان هیچ کسی از کلر خبر نداره. البته که خبرنگارا معتقدن به خاطر کاری که با الکس کرده از شهر فرار کرده تا این موقع نیفته زندان. همسرش یعنی گریس و دخترشون آنا به دیدن لوکی میان. تنها کسی که تونست این دختر رو نجات بده. گریس با نگرانی به لوکی میگه میدونم شوهرم با الکس چیکار کرده و شاید اونقدر آدم خوبی نباشه، اما واقعا الان نگرانشم چون هیچ وقت اینطوری خونه رو ول نمیکنه. لوکی هم قول میده که باز دنبالش بگرده. شب خودش رو به خونه حالی میرسونه، جایی که همچنان تحت بررسی مامورهای صحنه جرمه. کار امروز اونا تموم میشه و همه از محل خارج میشن. لوکی تنهایی وایساده که یهو صدای سوتی به گوشش میرسه. انگار کلر تو همون چاله هنوز زنده مونده و بالاخره لوکی پیداش میکنه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. پریزونرز از اون دسته فیلمایی هستش که کارگردان و نویسندش فوق‌العاده عجوبن. یعنی وقتی که نکته‌ها و رازهای مهمش رو بفهمیم مغزمون میپاچه. چنتاشو با هم دیگه اینجا بررسی کنیم. الکس یکی از قربانی‌های حالی و شوهرش بوده که حالا به هر دلیلی اونو زنده نگه می‌دارنش و مثل بقیه بچه‌ها از بین نمیره. الکس پسر همون مادری هستش که 26 سال پیش بچه‌شو دزدیده بودن. چرا؟ به خاطر اینکه بچه اون مادره کنار همون درخت دزدیده شده بود که الکس و ماشینش اونجا پیدا کردن. حالا سوالی که با همه این برداشت‌ها پیش میاد و من از شما میپرسم و خوشحال میشم جوابتون رو برام کامنت بکنید. به نظر شما الکس تو این قضیه گناهکار بود یا کارهایی که کلر باش کرد کاملا بی‌انصافی و اون یه بیگناه تمام عیاره؟ خوشحال میشم نظرتون رو برام کامنت بکنید. یکی دیگه قربانیایی هم که از دست این زن و شوهر انگاری فرار کرده رو میبینیم. اون کسی نیست جز باب. باب همون آدمی هستش که خودش به عنوان قاتل جا زده بود و گیرم انداختنش و یه دفعه کار خودش رو تموم کرد، اما بعدم فهمیدن فقط میخواسته خودش الکی اینطوری معروف بکنه. اما خب اینم یکی از قربانیهای حالی و شوهرش بوده. دلیلش هم خب چند چیز مختلفه، ولی مهمترینش همون مارپیچ هایی هستش که ازش پیدا میکنن. معلوم میشه که حالی و شوهرش به بچه های سریت مارپیچ میدادن تا اینطوری حلشون بکنن و اگر حل نمیکردن جونشون رو میگرفتن. حالا باب یا همه اینا رو حل کرده و زنده مونده، یا اینکه به یه هر شکلی تونسته ازشون فرار بکنه، ولی انقدر توی اون دوران آسیب روانی دیده که میخواد خودشو به یکی از روانی‌هایی که میشناسه تبدیل بکنه تا اینطوری خلأ درونیش اشباه بشه. وقتی هم میگیرنش خب دیگه حرفی برای زندگیش نداره و جون خودشو میگیره. در کل باب اصلا آدم خطرناکی نیستش، فقط یه آدم آسیب دیده است مثل الکس و خب به عنوان یه آسیب دیده بزرگ شده. یه نکته هم شاید متوجه شده باشید، شاید هم نه. اون کشیشی که اول فیلم لوکی رفت دنبالش، دیدیم که توی زیردمینش آدمو پنهون کرده بود و سالها بود که اونجا نگهش می‌داشته. اون آدمی که پیدا شد همون همسر حالی بوده. این کشیش یه بار داشت کار می‌کرده، همسر حالی میاد برای انگاری پوز دادن یا اعتراف، حالا هر چیزی، میگه من 16 نفر تو حالا دزدیدم، این همه برا سرش نوردم و همه این کارو کردم. و خب کشیش یه چیزی توی ذهنش میاد، اون خودش چند تا گناه بزرگ انجام داده بوده، خب میدونیم به خاطر همون بچه بازیاش محکوم شده بوده. حالا انگاری میخواسته یه جوری کارش رو با خدا تسویه کنه، میخواسته جبران کنه این اشتباهاتش رو، و وقتی که با این مرد روبرو میشه تصمیم میگیره انتقام اون بچه ها رو ازش بگیره. برای همینا میبرتش توی خونه خودش میبنده و معلوم نیست چقدر اونجا میمونه که حتی بدنش وقتی پیدا میشه پوسیده. در کل اون کسی که دیدیم همسر حالی بوده که نمیدونست چه بلایی سرش اومده، ولی خب الان فهمیدیم. نکته بعدی که بعد در موردش حرف بزنیم خود مارپیچه. ما توی فیلم خیلی با میز یا مارپیچ مواجه میشیم، مخصوصا توی همون کارهایی که باب میکنه، آخرین سرنخی که لوکی پیدا میکنه، اون چیزی که به همه دخترها میدن توی اونجا حل بکنن و بازی کنن. خیلی کلا کلمه میز استفاده میشه. حتی الکس آخرین جمله‌ای که به کلر میگه همین در مورد مارپیچه، میگه میتونی اونا رو توی مارپیچ پیدا کنیشون. این خیلی مهمه و خب بعد در موردش کم حرف بزنیم. اگه دقت بکنید زندگی همه افرادی که توی این فیلم من یه نوع مارپیچ حساب میشه، همشون دارن راههای مختلفی رو میرن و مدام با بنبست مواجه میشن. حالا تصمیم خودشونه که تو این تاریکی و بنبست بمونن، گیر بیفتن، هیچ کاری انجام ندن مثل کلر. کلر مدام به فکرش میاد مثلا الکس شاید گناهکاره. در آخرم به جایی رسید که فهمید الکس تا الان الکی داشته اذیتش میکرده و دخترش هم دیگه قرار نیست برگرده خونه. این لحظه تاریک ترین جای زندگیش بود که دیگه انگاری کلا رد دادش و اصلا هیچی براش مهم نبود. نقطه مخالف کلر دقیقاً کارگاه لوکیه.
اونم با این مارپیچا مواجه میشه، مدام به بقیه شک میکنه، دنبال کارش میره و هی برمیگرده سر خونه اول و باز یه راه جدید شروع میکنه. فرقشون با هم دیگه کاملا واضحه. کلر در آخر توی این مارپیچ شکست میخوره و دیگه هیچ کاری نمیخواد انجام بده، عقب میکشه، دیگه جون خودش هم براش مهم نیست، در آخر حالی حتی اونم زندانیش میکنه. اما کارگاه لوکی هیچ وقت تموم نمیکنه کارشو، همچنان ادامه میده، انقدر تلاش میکنه که همچنان هیچ گروه از پرونده هاش حل نشده باقی نموندن. در آخر هم موفق میشه آنا رو نجات بده، هم این که میتونه کلر رو پیداش بکنه. از یه طرف هم یه جای دیگه به مارپیچ اشاره میشه، اینکه چرا همه نقاشیای باب مارپیچی که میگشید شبیه همون عکسی بودن که لوکی پیدا کرده بود. اون عکس اگه دقت بکنی شبیه دریچه، حالا دریچه فاضلابه و اون جایی هم که آخرش کلر گیر افتاده بود و همه بچه‌ها رو نگه می‌داشتن همین دریچه رو داشته. یعنی تنها روزنه امیدشون، تنها چیزی که بهش میتونستن نگاه بکنن، همچین چیزی بوده که شبیه یه مارپیچه. برای همینم هم باب وقتی اونجا زنده بیرون میاد تمام زندگیشو به کشیدن این مارپیچ‌ها می‌گذرونه. از اون طرفم وقتی که الکس میگه بچه‌ها توی مارپیچن، منظورش همون جایی، یعنی تو همون چیزی که شبیه مارپیچه، همون دریچه فاضلابه. دوباره تاکید می‌کنم پریزونرز یکی از بهترین فیلمنامه‌ها رو داره، سر تا سرش پر این نکته هاست که من خیلی‌هاشو شاید ندیدم، شاید نتونستم تو این ویدیو بیان بکنم. اگه می‌دونید حتما کامنت بذارید، خوشحال میشم که نظر شما هم در موردش بدونم. فیلم می‌خواد به ما بگه که هیچ وقت نباید توی تاریکی‌ها غرق بشیم، توی تاریک‌ترین لحظه‌های زندگی ممکنه یه روزنه نوری وجود داشته باشه و باز باید بریم سمتش تا بتونیم به حال خوب برسیم. این همون چیزیه که همه باید تو زندگیمون پیاده بکنیمش تا بتونیم به حال خوب برسیم. حرف خیلی قشنگیه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. پیشنهاداتتون رو بنویسید. مراقب خودتون باشید. دوستتون دارم. لایک، کامنت و ساب یادتون نره. روزتون هم گلسی.